عاشقانه. با مژده حبیبی. درودی گرم و صمیمانه حضور یکایک شما بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه و بارزوی این که در هر کجای این کره خاکی که هستید و تماشاگر برنامه ما شاد باشید و تندرست. من مژده حبیبی هستم در خدمت شما در برنامه دیگری از سری برنامه‌های تلویزیون برنامه عاشقانه. بسیار خوشحال هستم که در این هفته میهمان بسیار عزیزی در استودیوی تلویزیون اندیشه حضور دارند، هنرمندی که شما سالهاست با چهره و کارهای بسیار زیبا و متنوع ایشون آشنا هستید، خانم صهبا متعلمی. بسیار خوشحالم که تشریف آوردید به برنامه ما. سلام عرض میکنم. سلام مژده جان، مرسی از دعوتتون. همیشه محبت دارین به من، پشتیبان من و پشتیبان کارها و فعالیت‌های هنری من بودین. خواهش میکنم. اول ممنون که این راه بسیار دور رو آمدید صهبا جان. میدونم که شما در اورنج کانتی زندگی میکنید و با این ترافیک سنگین برای این برنامه تشریف آوردید و بسیار خوشحال هستم که قبول کردید. من در سالهای گذشته با استاد صهبا متعلمی برنامه های مختلفی داشتیم و مصاحبه های مختلفی داشتیم و چند تا برنامه هم خودمون با هم دیگه اجرا کردیم در جاهای مختلف، که البته خیلی جالبه که این توضیح هم بدم در آرم برنامه عاشقانه که حتما دیدی یه بخش کوتاهی از برنامه من و خودت هستش که حالا در دوستان عزیز در ابتدا و انتهای برنامه در آرم همیشه مشاهده میکنن که هر دوی ما در حال اجرای برنامه هستیم. اونو گذاشتم توی قسمت آرم برنامه. اما میدونم که برنامه های متعددی در آینده و از آینده نزدیک تا دور دارید و دلم میخواد که بیشتر دربارشون صحبت بکنید که چه برنامه هایی در طول این ماه آینده جولای و آگست خواهید داشت. بله، یک برنامه‌ای که خب خیلی نزدیک هست، آگست، 8 آگست هست در سیاتل و این برای فستیوال ایرانیان هست که به صورت گروه نوازی هست که داریم میریم و موسیقی سنتی رو در اون فستیوال ارائه میدیم و ورود هم برای غیر ایرانی ها باز هست هم برای خود ایرانی ها. این یک برنامه است. و بعد بلافاصله 23 آگست از طرف دعوت گراند پرفورمنسز و در دانتان لس آنجلس هست و این برنامه ورود برای عموم آزاد هست، رایگان هست. خیلی خوشحال میشم که دوستان خیلی زیادی رو اونجا میبینم. روز 23 آگست. بله 23 آگست و در 4 قسمت این برنامه صورت میگیره. یکی هست که دو نوازی من و خانم نغمه فرهمند هست که ما ساز تار و تنبک رو معرفی میکنیم موسیقی ایرانی رو، و دیگری قسمت بعدیمون یک قسمت موسیقی در واقع تصنیفی هست که با حضور خواننده بسیار خوبمون آقای سینا سرلک و نوازنده های دیگر که به ما میپیوندن. و بعد قسمت بعدی مامک خادم به ما میپیونده با باز نوازنده های بسیار عزیزی مثل آقای مهدی باقری، و چون این موسیقی موسیقی تلفیقی هست باز ما نوازنده های دیگه ای رو برای سازهای بیس و تمام سازهای پرکاشن و به قول معروف سازهای به قول اینترنشنال بین المللی میان به ما میپیوندن. و بعد خانم اعظم علی و رامین ترکیان که گروه نیاز رو دارن در قسمت آخر به ما میپیوندن و بعدش هم با یک قسمت محلی تمام اعضایی که کار کردیم توی اون برنامه یک قطعه کردی رو مینوازیم. و بعدش هم در هفته اول سپتامبر برنامه هست در شیکاگو که 25 سالگرد کنفرانس شیکاگو هست که مجمع ادب و فرهنگ ایرانی هست که جشن میگیرن هنر و فرهنگ و ادب ایرانی رو که هر ساله برگزار میشه که از 3 تا 7 سپتامبر این برنامه خواهد بود. این 3 از برنامه های اخیر آینده. برنامه‌ای که در 23 آگست گفتید اونطوری که میدونم به شکل رایگان هست، یعنی میدونم که کنسرت خیلی بزرگیه و برای همه رایگان هست. چطور این امکان
امکان رو برای شما تونستن فراهم کنن. بله، این یکی از چیزهایی بوده که من همیشه آرزوش رو داشتم که در اون گراند پرفورمنسز برنامه داشته باشم و با دارالشکر دعوت شدم در دانتان لس آنجلس. در دانتان لس آنجلس هست و به هر حال اسپانسرهای خیلی زیادی این برنامه رو ساپورت کردن و ما کل گروهمون 8-9 نفر هستیم که از جاهای مختلف کانادا و نبراسکا و ایران و همین کالیفرنیا به ما میپیوندن و نوازنده های خیلی خوب و خیلی همونطور که گفتین خوشحال میشم که دوستان زیادی رو ببینم و این برنامه به صورت رایگان هست. بسیار عالی، خیلی باید برنامه جالب و متنوعی باشه و میدونم که این محلی رو که شما گفتی جای خیلی بزرگی هست و حتما بسیار استقبال میکنن و من خصوصا فکر میکنم که خیلی از افرادی هستن ایرانی نیستن خیلی علاقه دارم به موسیقی سنتی ایران که درست. در بیشتر کنسرت های شما من میبینم افرادی که غیر ایرانی هستن حتی میان و خیلی دوست دارم. خیلی مهمی دارید میکنید واقعا در خارج از کشور که این مشعل موسیقی سنتی رو اینجا واقعا به شایستگی روشن نگاه میدارید. خواهش میکنم، متشکرم. و یکی از اهدافی که در واقع داشتیم از قسمت‌های از تنوع در این موسیقی برای همین برنامه گراند پرفورمنسز استفاده میکردیم، سبک‌های مختلف، هم بسیار سنتی، هم اینکه دو نوازی به صورت خیلی با سنتی و باز یه مقداری حالت جدیدتر موسیقی تلفیقی و یا موسیقی محلی که مامک جان و اعظم علی خانم و شوهرشون آقای رامین ترکیان تو این دو قسمت هستن با البته نوازنده‌های غیر ایرانی. همین بود که بتونیم یک راهی داشته باشیم که موسیقی ایرانی رو هم به نسل جوان بیشتر بشناسونیم از این طریق و هم این که خب چون جمعیتمون بیشتر بیننده های ما غیر ایرانی هستن در اون کنسرت و اصلا برگزار کننده هاش غیر ایرانی هستن، بتونیم یک موسیقی خیلی اصیل و بکر رو با زبان خودشون هم یه مقداری بهشون ارائه بکنیم. و دلیل به هر حال این بود که از تنوع خیلی زیادی موسیقی سنتی محلی و تلفیقی استفاده کردیم که بتونی کنسرت موفقی باشه. حتما هم بسیار موفق خواهد بود. کلی برنامه شما روی وبسایتتون هست دیگه. وبسایتتون رو میشه اعلام بفرمایید برای دوستان که علاقمند هستن؟ بله، وبسایت من هست sahbamusic.com یا sahbamutallibi.com که برنامه های آینده روی وبسایتتون هست و همچنین سی دی هایی که دارید و میتونن اونجا خریداری کنن. بله بله، کاملا سی دی ها همونجا هست، آیتونز هم سی دی های من هستش، ولی بهترینش همونه که از طریق وبسایت هم میتونن راحت سی دی ها معرفی شده و تهیه بفرمایید. Thank you.
قابل توجه هموطنانی که مایل به خرید املاک مسکونی و تجاری هستند. پایین بودن قیمت‌های املاک، پایین بودن بهره‌های بانکی، افزایش اجاره‌ها، تورم قیمت کالاهای گوناگون، به خصوص بنزین، افزایش جمعیت، کمبود خانه‌سازی و تحت فشار بودن بانک‌ها به علت وجود خانه‌های ضبط شده فراوان، زمان مناسب و استثنایی برای خرید املاک به وجود آورده است. این موقعیت استثنایی دائمی نخواهد بود. با مشاورین آگاه و پرتجربه تماس بگیرید و از این فرصت طلایی استفاده کنید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty و RRN International در اکثر کشورهای جهان به خصوص آمریکا در خدمت شما عزیزان هستند. تلفن دفتر مرکزی در کالیفرنیا 888-909-4726 و یا 858-634-4232. شراره شیروانی مشاور و یاور مهربان و امین شما در امور املاک در شهر هیوستون. هیوستون چهارمین شهر بزرگ آمریکا، شهری امن با دانشگاه‌های معتبر و برجسته، مرکز تأسیسات نفتی و فضایی آمریکا و دارای مراکز بسیار پیشرفته پزشکی است که در همین حال یکی از ارزان‌ترین شهرهای آمریکا برای زندگی محسوب می‌شود. شهر هیوستون در بحران اقتصادی دچار رکود نشده و با ایرانی‌ها میهمان نواز، خونگرم و مهربان است. با شراره شیروانی تماس بگیرید. 713-443-3880. خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که استاد صحبا متعلمی در طول سالهای زیاد، چند سال از شما در آمریکا هستید؟ من 10 سال هستم. 10 سالی که در آمریکا هستن، میدونم که به طور متناوب همزمان با تحصیلتون در دانشگاه که میدونم موسیقی خوندید در دانشگاه کل آرت موسیقی خوندید، همزمان میدونم که هیچ وقت کار تدریس رو رها نکردید، یعنی همیشه تدریس به دانش آموزان خیلی زیادی که میدونم علاقمند هستن به این کار. و فکر کنید تا حالا چند نفر از کنار شما تونستن موسیقی سنتی رو بیاموزن؟ تعدادش خب خیلی زیاد هست. بعضی ها خب گذرا هستن، چند ماه چند سال و بعد میرن و تغییر میکنه. از زمانی که من 16 سالم بود تدریس کردم و الان شاید هلوهوش 22 سال هست که من دارم تدریس میکنم و هیچ وقت همونطور که شما فرمودین من تدریس رها نکردم. ولی چیزی که الان خیلی دوست داشتم که عنوان بشه، پس از مدتی که تعداد علاقمندان خیلی زیاد شد به این تدریس که یاد بگیرن به آموزش تار و ستار، شروع کردم یه سری کارها، تدریس های آنلاین گذاشتن و از طریق اسکایپ موسیقی سنتی رو درس دادم. و چرا خوش اشاره کردید، الان می‌خواستم اینو بگم چون این کارتون خیلی کار فوق‌العاده‌ایه. بله بفرمایید. بله و در واقع فکر کردم که چقدر خوب میشه که تعداد بیشتری از علاقمندانی که در سرتاسر دنیا هستن خب ساز تار یا ستار رو دارن ولی هیچ وقت امکان یک دسترسی به معلم نداشتن، یا به هر حال خیلی هم هستن که دوست دارن که از هر طریقی حتی یک آب باریکه‌ای باشه براشون و یاد بگیرن. من دو تا کار کردم که خودم احساس خیلی خوبی دارم که تو موسیقی رانی کردم. یکی همین که تونستم تدریس اسکایپ رو پیش قدم باشم، توش پیش رو باشم که موسیقی هم میشه از طریق به قول معروف این رسانه‌های اجتماعی تدریس بشه و از طریق کلبه جهانی همون کامپیوتر تو خونه خودت، یعنی به طور مستقیم از طریق اسکایپ به شاگردانتون در همه جای دنیا درس میدیم. فوق‌العاده است. و هم کلاس‌های خصوصی دارم و همچنین کلاس‌های عمومی. مثلا کلاس‌های عمومی معنی که دانشگاه‌های آمریکایی رو که می‌خوام درس‌های تاریخ موسیقی، تئوری موسیقی بدم، تمام دانشجویان سر کلاس نشستن و من از طریق اسکایپ حضور پیدا میکنم در دانشگاه های آمریکا و در سرتاسر استیت های مختلف، ایالت های مختلف آمریکا و درس میدم. حالا کلاس های خصوصی هم که هست این کار هم میشه کرد. و همچنین شروع کردم تمام کتاب های تار رو به صورت پروژه تدریس کردم و ضبط کردم با دوربین خیلی خوب و با کیفیت عالی و به صورت رایگان در یوتیوب گذاشتم، از مقدماتی، متوسطه و عالی، و همچنان دارم ادامه میدم. در نتیجه تمام علاقمندان به تار و ستار غنی خواهند بود همیشه و این دوست دارم یادگار همیشه از من بمونه که کسایی که حالا دسترسی به معلم ندارن، مسائل مالی دارن،
هستن، جاهای مختلف دنیا زندگی میکنن که همیشه آرزو داشتن ساز رو یاد بگیرن ولی به دلایلی نشده بوده. به هر حال همه اینا در یوتیوب به صورت رایگان هست و یک وسیله کمک آموزشی هست برای شاگردان خودم و همچنین اینکه این یه چیزی هست که میتونن دانلود کنن، دیویدیش کنن. میخواییم در مورد دست چپ صحبت کنیم. تمام اصول و نکاتی که در مورد دست راست برای گرفتین رو تو ذهن داشته باشین. هر روز تمرین کنید ساعت‌های مشخص، حداقل روزی نیم ساعت 20 دقیقه براش وقت بذارید و حالا وارد مرحله بعدی میشیم. چه شکلی دست چپ رو روی دست ساز به حرکت بیاریم؟ همونطوری که در مورد دست راست گفتیم انگار که کنار بدنمون هست و داریم راه میریم، در مورد دست چپ هم با همون شکل شروع میکنیم. چرا؟ چون راحت ترین و کم فشار ترین شکل موجوده موقعی که داریم راه میریم یا حتی خوابیدیم و دستمون کنار بدنمون هست. همون رو شما میارین بالا. وقتی که اون رو بالا میارین، این قسمت استخون انگشت اشاره رو در نظر بگیرید. از کنار بدنتون اومد بالا، این قسمت استخون انگشت اشاره کاملا با ساز همیشه برخورد داره، هیچ وقت از اون دور نمیشه. مثل ساز گیتار، ساز تار کاملا این استخون انگشت اشاره همراه دست ما بالا و پایین میره و ما میتونیم این انگشت گذاری ها رو انجام بدیم. من واقعا خودم تشکر میکنم برای اینکه هر کسی میتونه اینو به شکل رایگان بره و به بهترین شکل ممکن یاد بگیره از یه استاد کامل که واقعا من میدونم که صحبا متعلمی کار تدریسش فوق‌العاده هست و کسانی که پیش شما میان میدونم که حتی از صفر هم باشه ولی علاقه‌مند باشن میتونن شروع بکنن، لازم لازم نیست که حتما یه بک‌گراندی داشته باشن. و حتی من میدونم که افراد بزرگسالی میان پیش شما که میتونن کارو شروع بکنن. بله. من لازم نیست که از کودکی شروع کنن، درسته؟ کاملا درسته، بله. و در واقع ما چون به علت خب فرهنگی که همیشه متاسفانه موسیسین های ما از قبل، از دوران قاجار، قبل از قاجار و بعدش داشتن، موسیقی یک چیز دست نیافتنی بود. به قول معروف ماها باید موسیسین ها نوازنده های پشت پنجره و ویترین می بودیم و هر چقدر دورتر از مردم می بودیم شخصیت و ارزش اجتماعیمون بالاتر می بود و این چیز متاسفانه فقر فرهنگی بود که ما باهاش دست پنجه داشتیم نرمی کردیم. من با این کار خواستم این صدر رو بشکنم و بگم هنر منبع ما نداریم در موسیقی ایرانی متاسفانه که بتونه رایگان در اختیار مردم به این شکل قرار بده و باید این منبع رو در اختیار میذاشتیم. حتی این منبع الان داره به زبان انگلیسی ترجمه میشه این تدریس ها و به قول معروف چه با اجازه من، چون این مجانی در یوتیوب قرار گرفته شده، در تمام دانشگاه ها به عنوان یک منبع موسیقی ایرانی توی لایبرری، تو کتابخونه دانشگاه ها استفاده میشه. در نتیجه ما باید این رو میشکندیم که چرا ما باید انقدر دور باشیم، چرا همیشه برای پول تدریس کنیم، یا چرا. خب یه یادگاری خیلی خوبی میمونه تو موسیقی ایرانی که تمام کتاب های تار، نه یکی نه دوتا نه ده تا، هر چه کتاب وجود داره داره دونه دونه این منبع وارد اینترنت. من اون زمانی که صحبا جون شما داشتید اینا رو تهیه میکردید، یادمه که با چه عشق و علاقه ای و زمان میذاشتید و خیلی کار سنگینی باشه. یعنی شما از الفش شروع کردین به تدریس و انقدر ظریف و دقیق که واقعا کسی که داره مشاهده میکنه بتونه بدون اینکه در کنار شما باشه این کار به این سختی رو، به نظر من سخت میاد البته، خیلی بیاموزه. من یادمه که با چه عشقی و میدونم همش با عشقه، چون اگه قرار باشه سود مادی در کنارش میبود شاید انقدر شما وقت و عشق و علاقه تو کار نبودش. دلست. اما یه سوال دیگه که داشتم این که با وجود داشتن دو دختر کوچولی گل که من خیلی دوستشون دارم، چطوری میتونی کارا رو اینجوری منیج بکنی و به کار تدریس و کنسرت و مسائل خونه و بچه ها برسی؟ بله، خب خیلی سخت هست. من اکثرا تنها هستم و کمک ندارم.
مگر اینکه یک پروژه های خیلی بزرگی داشته باشم، 3 ماه 4 ماه کمک میگیرم و خودم هم از خونه کار میکنم. در اصل من ذهنیت خودم رو اینطوری تعیین کردم برای خودم که من مادر هستم فعلا و بچه ها خیلی به من نیاز دارن و بعد یک موسیقی موزیسین یا نوازنده تار و سه‌تار. برای همین تمام وقت مفیدم رو برای بچه ها میذارم و از آن چه که میمونه و یا از انرژی باقی مانده نداشته دیگه از ساعتهای خوابم میذارم، از استراحت خودم میذارم و اون کارها رو میکنم. و به هر حال در دوران بارداری، در دوران این شرایط شروع میکنم یه سری کارهای مثلا در که تو خونه بتونم انجام بدم، مثل همین ضبط همین کارهای موسیقی. و در دورانی که بگه بچه ها هستن شروع میکنم با برنامه ریزی. شوهر خیلی فداکار و مهربونی دارم که ایشون خیلی به من کمک میکنن. با برنامه ریزی با همکاری ایشون تونستم یه سری کنسرت هامو نگه دارم و خوشحال بودم که مثل دوستای مثل شما دارم که همیشه منو حمایت کردین و محبت کردین. خواهش میکنم همیشه. و همچنین که مادرم هم اخیراً میتونن کمک باشن. شما سوال کردین چیز خیلی مهم اینه که خود همون بچه ها انگیزه هستن، خود همون بچه ها هستن که به من عشق میدن و انرژی میدن که من یه دفعه یک تم یا آهنگی یا یک ریتمی یه چیزی به ذهنم میرسه و میسازم و در اختیار قرار میدم. همین نوع زندگی خیلی طبیعی، زندگی که شاید هر کسی انجام میده، تشکیل خانواده میده، حتی تمام موجودهای زنده دنیا هم انجام میدن، خیلی همین روند خیلی ساده و معموله که به من یاد میده که باید زنده بود، زندگی کرد، انگیزه داشت، خلق کرد، تقدیم به مردم کرد و صادقانه موسیقی رو در اختیار گذاشت. همه این هاست که دست به دست هم میده و بدون اون بچه ها این قسمت ناقص میشد. برعکس این که همه شاید فکر میکنن اگر بچه دار شیم نمیتونیم اون فعالیت رو ادامه بدیم یا حالا هرچی، برای من کاملا مثلا مسئولیت سنگینشون شاید مانع کار شما یا بخواد ادامه کارتون باشه اینطوری نبوده، در واقع خودشون یک منبع خلاقیت براتون بودن. دقیقاً همینطور بوده. البته نمیشه انکار کرد که چقدر سخت هست. به هر حال برنامه ریزی کردن و کنترل کردن تمام این مسائل همزمان با هم با برنامه سنگینی که من توی کار موسیقیم دارم به هر حال خیلی سخته، ولی شدنیه. البته همسر خیلی خوب هم خیلی مهمه. بعد از آقای بابک ارجمند تشکر کنیم که این همه سال دوست هنرمند ما رو اینطوری ساپورت کردن و این همدلی و همراهی و درک متقابل بسیار بسیار نکته مهمی هست که خوشحالم که اینو داشتین شما. ما فرصت ما به حال کوتاه هست. من دلم میخواد که در این لحظاتی که داریم بار دیگر تاریخ کنسرت ها رو برای دوستان عزیزی که علاقمند هستند بگم که 8 آگست در سیاتل، درسته؟ فستیوال ایرانی ها هست 8 آگست و 23 آگست در داونتاون لس آنجلس که برنامه
خیلی فوق‌العاده‌ای خواهد بود که به شکل رایگان هم هست. بلیتاش از کجا میشه تهیه کرد؟ همون فقط کافیه مردم بیان، تشریف بیارن، اونجا پارکینگ هست. از قبل لازم نیستش بلیت تهیه کنن. اگر که بخوان یه قسمت‌های صندلی داره، اگه بخوان میتونن برن در Grand Performances/صحبا مطلبی که صندلی‌ها رو رزرو کنن، ولی باز هم مجانی خواهد بود. اگه نه که اونجا اصلا فضای بازه، صندلی‌های دیگه هست، میز هست، پذیرایی هست و خیلی حالت فوق‌العاده، فضای خیلی باز و فوق‌العاده‌ای داره. در ساعت چه ساعتی هست؟ هفت شروع میشه. هفت شب شروع هفت میشه. و تا نه به بعد هم ادامه میده. بسیار عالی. و سه تا هفته سپتامبر درسته در شیکاگو هست که دو روز هم شما اونجا برنامه دارید و همچنین تمام برنامه های استاد صحبا مطلبی در روی وبسایت ایشون هست که شما میتونید sahbamusic.com تشریف ببرید و برنامه هایشون رو دنبال بکنید. بسیار بسیار تشکر میکنم. به پایان برنامه عاشقانه رسیدیم. ممنونم صحبا جون که این راه طولانی رو آمدید، ولی خوب شد که منم بعد از مدت ها که ندیده بودم تونستم ببینم، چون این فاصله طولانی که بین ما افتاده از لحاظ مکانی کمی باعث شده که کمتر هم دیگر رو ببینیم. خوشحال هستم، امیدوارم که در آینده همچنان شاهد پیشرفت های بیشتر تو باشیم در صحنه های مختلف بین المللی و کارهای بهتر و در جایگاه هایی که میدونم که به راستی شایستگیشو داری. خیلی ممنون مجده جون از دعوت شما و مثل همیشه حمایت از هنر. خواهش میکنم. ممنون. تشکر از شما بینندگان عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودید. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید و تشکر از همکارانم در کادر فنی تلویزیون اندیشه. تو ز چشم خیش پنهانی، اگر پیدا شوی در میان جان تو گنجی نهان آید پدید. تا برنامه دیگر، روزگار به همه شما خوش. دوستتون دارم. عاشقانه با مژده حبیبی.